رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از افزایش تصادفات جاده‌ای در سال جدید و کشته شدن 195 نفر و مصدومیت بیش از 2000 نفر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود مظفر روز یکشنبه با بیان اینکه جمعیت هلال احمر از 25 اسفند ماه 89 تا کنون به شمار زیادی از مصدومان حوادث رانندگی کمک کرده است، اظهار داشت در سال جدید جمعیت هلال احمر 838 نفر از افراد آسیب دیده را به صورت سرپایی تحت مداوا قرار داده و 943 مصدوم نیز برای درمانهای بیشتر به مراکز درمانی انتقال یافتند. وی افزود در طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال 90 خسارات جانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و هلال احمر تا کنون 853 نفر از افراد درمانده و بی سرپناه که بر اثر حوادث رانندگی در جاده ها دچار مشکل شده بودند را اسکان اضطراری داده است. طرح ملی امداد و نجات نوروزی همه ساله در ایران هنگام نوروز به اجرا در می آید، اما به دلیل نامناسب بودن جاده ها و راه های کشور و نیز استاندارد نبودن برخی خودروها، آمار تصادفات منجر به فوت همچنان بالاست. اظهارات رئیس سازمان هلال احمر در حالی بیان می شود که برخی مقامات با ارائه آماری متناقض این افزایش آمار را تکذیب کردند. محمود باقری مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از کاهش 40% آمار تصادفات و کشته شدگان در تعطیلات نوروزی خبر داد. وی با تاکید بر اینکه وضعیت جاده ها و بزرگراه ها بسیار مطلوب است، استقرار اکیپ های اورژانس، پلیس راهور، هلال احمر و دیگر دستگاه های امدادی در جاده ها را دلیل کاهش تصادفات جاده‌ای در سال جدید نسبت به سال قبل دانست. از سوی دیگر حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا به رغم آمار بالای کشته شدگان حوادث جاده‌ای در روزهای اخیر از کاهش چشمگیر تصادفات اعم از فوتی و خسارتی در تعطیلات نوروزی خبر داد. با نگاهی گذرا به اظهار نظر مسئولان در خصوص ارائه آمار میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایام نوروز، آنچه که از این میان برمی‌آید تناقض‌گویی آنها در مورد آمار دقیق تلفات سوانح رانندگی است که نمی‌توان برای آن توجیه آورد. بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، در نوروز سال 89 در حد فاصل زمانی 25 اسفند تا 7 فروردین 131 نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات جاده‌ای کشته شدند و با توجه به آمار 195 نفری در همین ایام در سال 90 میتوان به افزایش آمار کلی تصادفات در کشور پی برد. موضوع تصادفات جاده‌ای در ایران یکی از مهمترین مسائلی است که به رغم اطلاع رسانی و ایجاد شرایط باز هم هر سال از موارد بحث برانگیز در کشور می شود. مسئولان نهادهای مرتبط که همواره سعی بر اثر باز کردن این مسائل از نهادهای مطبوع خود و مقصر دانستن نهادهای دیگر کردن، هیچگاه پاسخ مناسبی را در خصوص روند روبرشت افزایش تلفات تصادفات ارائه نکردند. مطابق آمارهای بین المللی آمار تصادفات جاده‌ای در ایران 20 برابر دیگر کشورهای جهان است. همچنین بر اساس آمار هر ساله شاهد مرگ 24 هزار نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات به خصوص جاده‌ای هستیم. همچنین آمار مصدومان تصادفات که غالبا دچار معلولیت‌های جسمی نیز می‌شوند نگران کننده است. بر طبق آمار به ازای هر یک نفر کشته حوادث ترافیکی در ایران 3 نفر معلول و 10 نفر مصدوم می‌شوند که وجود 100 هزار نفر معلول و 300 هزار مصدوم سالانه در کشور رقم تکان دهنده ای است. به گفته کارشناسان، نواقص جاده‌ای، اشکالات خودروهای ساخت داخل و همچنین عوامل انسانی از مهمترین دلایل تصادفات مرگبار در شهرها و جاده‌های کشور است که دولت تاکنون نسبت به رفع آنها اقدام مناسبی را انجام نداده است. هرچند که مسئولان راهنمایی و رانندگی و همچنین نهادهای مرتبط همواره سعی بر القای این مطلب دارند
که تصادفات و تلفات جانی در جاده های کشور کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و همچنین جمعیت هلال احمر به نظر می رسد مقامات باید پاسخگوی رخداد این تلفات بالا باشند. به هر روی با توجه به آمارهای متناقض و تایید و تکذیب مسئولان در خصوص تعداد کشته شدگان نوروزی در حوادث جاده‌ای، به دلیل اهمیت ویژه آمار دقیق برای سازمانها و نهادهای مرتبط با حوادث رانندگی، باید مطابق رسم هر ساله تا هفته دوم اردیبهشت ماه منتظر ماند تا آمار رسمی ماهانه سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شود. و بهتر آن است که این نهادها به جای ارائه آمارهای متناقض که برای دولت مردان سالهای اخیر به عادت تبدیل شده است، برای کاهش تعداد بالای کشته شدگان از حوادث رانندگی تصمیمی جدی و مؤثر اتخاذ کنند. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.